بنده های عزیز سلام، امیدوارم جور صحتمند و سرحال باشین. عزیزان دل، ما امروز در جاده شهید مزاری سرگ 40 متری سابق که فعلا به نام سرگ شهدای معارف یاد میشه موقعیت داریم. اینجا آمدیم با رئیس شورای جوانان ناحیه 13 شهرداری کابل مصاحبه داریم، چون که ایشان یک طرح بسیار خوبی را برای انداختن. قسمی که شما به تصویر میبینین لوحه جدیدی را در این ساحه نصب کردن، لوحه تحت عنوان جاده شهدای معارف. انشالله بیشتر از خودشان میپرسیم، در این مورد معلومات میتن. مرزایی عزیز سلام. سلام استاد عزیز، خوب هستین؟ انشالله به خیر سلامت باشین، خسته نباشین. بسیار کوتاه برای بیننده های ما در مورد طرح و ابتکار امروزتون معلومات بدید. تشکر از حضور گرمتان اول استاد. البته امروز ما یک برنامه داشتیم در قسمت نصب لوحه جاده شهدای معارف که قبلا به گرامیداش از شهدای معارف ناحیه 13 شاروالی کابل این سرگ مسما ساختن به نام جاده شهدای معارف، و ما خواستیم تازه کنیم و یاد کنیم از شهدای معارف و پاس داشته باشیم، و امروز ما جدول لوحه را نصب کردیم. خب میرزایی عزیز، هدف و انگیزه شما از نصب این لوحه در اینجا چی بوده؟ تشکر. البته هدف ما دو هدف بوده گفتم. در قدم اول یاد خاطره شهدای معارف ما زنده داشته باشیم، گرامیداش و پاس داشته باشیم. هدف دوم ما این بوده که امو پیام شهروندی یا مسئولیتش یک شهروند چی است بتانیم به تصویر بکشیم و شهروندای گرامی خود بیشتر توجهشان به حس مسئولیت پذیری نسبت به جامعه و شهر خود بتانیم برایشان داشته باشیم که متوجه موضوع باشند. بسیار خوب، بسیار خوب. به همین خاطر بله، پیام زیبایی که شما گفتین و پیام زیبایی که در اینجا درج کردن روی لوحه جاده شهدای مزاری، از شهروندان گرامی تقاضا کردن که بیایید در صفایی و زیبایی شهر سهیم باشیم. دقیقا همین گونه است. شهر زمان پاک و ستره و تمیز می باشه که شهروندان گرامی در خصوص پاکی و صفایی شهر تلاش بکنن. مرزای عزیز، خب شما حتما امروز این برنامه را که برانداختین دوستا و همکارای دیگه هم در خصوص سهیم بوده. همکارانی که دوستایی که با شما در این کار سهیم بوده از کدام بخشا بوده؟ از دولت همکاری کردن نکردن؟ چگونه به چه شکل؟ بله، البته نگفته نمانه شورای جوانان ناحیه 13 همیشه همکار و همگام با ریاست ناحیه 13 و شهرالی کابل بوده و در تمام برنامه‌های شورای جوانان ناحیه 13 ریاست ناحیه 13 مدیریت کلتوری و آمریت خدمات شهری و نگفته نمانه آمریت یا مدیریت تنظیف ناحیه 13 که واقعا یک سهم فعال در قسمت زیبایی و صفایی شهر ما داشته، همراه ما همکار و همگام بوده. و امروز هم همکاری مستقیم ریاست ناحیه 13 مدیریت کلتوری و خدمات شهری و خصوصا تنظیف ما همراه خود داشتیم و جا داره همینجا از این تریبون ما البته تشکری کنیم از تعداد شهروندایی که در قسمت نصب لوحه امروز ما را همکاری کردن. خصوصا البته درست است هر کس به نحوی به اندازه خود میتونه در این برنامه سهیم باشه، خصوصا برنامه آملان فر که شهروندای گرامی در قسمت مساله ما را همکاری کردن. بخیر برادر عزیز، شما که رئیس شورای جوانان ناحیه 13 هستین، جوانان عزیز حتما از شما انتظارات داره، توقعات داره. خب تو هنوز چی کار کردین برای جوانان این ناحیه و چی کاری تو هنوز انجام ندادن که قرار است در برنامه های بعدیتان شامل باشه؟ البته استاد محترم، ما در طول چندین سال فعالیت خیش که داشتیم فعالیت های مختلف فرهنگی اجتماعی و خصوصا عامل منفعه را با همکاری شهروالی کابل و ریاست ناحیه 13 داشتیم و در کنار برنامه های ما طبعا ما چیزی که از دست ما و از توان ما بوده برای جوانان ناحیه 13 انجام دادیم. البته برنامه های بیشتر در کنار البته مفته میتونم در برنامه های فرهنگی بیشتر روی فعالیت های عامل منفعه که در قسمت به خاطر شهروندان نایسم و خصوصا جوانان نایسم ما داشتیم. طبعا مشکلات های وجود داره و برنامه هایم در انشاءالله در آینده ما داریم که ما گفته میتونیم برنامه های ما در قسمت مختلف فرهنگی ورزشی است و در هفته های آینده ما انشاءالله هفته های آینده ما برنامه دویش به مناسبت گرامیداز از شهدای دانایی دشت برچی را داریم که بتانیم حداقل همو دینه که به گردن ما شهدا داره
امو پیام شهدا را، شهدای دانایی را برسانیم و یک برنامه ورزشی بسیار خوب داشته باشیم. بخیر سلامت باشید. تشکر. بخیر سلامت باشید. سلامت باشید. قربان. خب بیننده های عزیز، حالا با برادر گرامی ورزشمند ما محمد ناصح، مدیر کلتوری نای 13 شهرداری کابل مصاحبه می داشته باشیم در ارتباط به طرح و برنامه ریاست شورای جوان ناحیه 13 شهرداری کابل با کمک ریاست ناحیه. جناب مدیر صاحب خوب هستین؟ انشاءالله بخیر. الحمدلله شما خوب هستین. بخیر. تشکر از شما. سلامت باشین. که آمدین اینجا در پروگرام ما اشتراک کردین، از شما تشکر می‌کنیم. سلامت باشین. چند گزه باعث شد که بیاین شما چنین طرح زیبا را امروز در جاده شهدای معارف برا بندازین؟ تشکر. اینمی پروگرام را ما پیش از این به چی دار در نظر داشتیم. امارت اسلامی همی انگیزه داره که بر مردم خود و مردم عزیز خود خدمت کنه. ما همی پیام بر مردم خود ماندیم که یک پیام خوبی است بر مردم که در سپاهی و در زیبایی و در شهر سهیم باشه. دقیقاً. دیگه ما از شورای جوانان تشکری میکنیم که در این کار ما را همکاری کردن، اینمی ابتکار برای ما بخشیدن. بسیار خوب. ما چی برنامه های کوتاه مدت و طویل المدت را در نای 13 غیر از این طرحی که امروز انجام دادین، غیر از کاری که امروز انجام داده شده، چی برنامه های کوتاه مدت و طویل المدت را در نای 13 مد نظر دارین در آینده ها؟ ما در آینده انشاءالله به مکل راه های وریدی که به نای 13 آمده ما اینمی لوها را بسته میکنیم، بند میکنیم تا که مردم خود در سپایی و در زیبایی شهر سهم داشته باشند. ما از مردم شریف نایی 13 تقاضا داریم که در پاکاری، در سپایی، در تنظیم شهر کتناهی خود چی همکاری داشته باشند. بسیار خوب. بخیر سلامت باشید. تشکر. زنده باشید. ما دیگه پروگرام های ورزشی داریم انشاءالله به زودترین فرصت. برنامه دویش است، برنامه فوتبال و کرکت. انشاءالله ما در خدمت مردم هستیم، در خدمت مردم خود و خصوصا در خدمت نوجوانان نای 13. بسیار خوب. بخیر سلامت باشین. انشاءالله که موفق باشین در راستای کاریتان. همچنان. بخیر باشین برادر عزیز. بیننده های عزیز، یک بار دیگر تاکید میکنیم بیاییم در زیبایی و صفایی شهر خود سهیم شویم، مسئولیت خویش را در قبال پاکی و سترگی و صفایی شهر به وجه احسن انجام بدیم تا همیشه شهر ما پاک و ستره و تمیز باشد. تشکر از شورای جوانان ناحیه 13 شهرداری کابل به هماهنگی و همکاری ریاست ناحیه که چنین طرح زیبایی را برای انداختن تا از یک طرف از شهدای معارف یاد بود به عمل آورده شود و از سوی دیگر پیام زیبایی که در این لوحه مد نظر گرفته و هموطنان عزیز ما را به پاکی و سترگی و صفایی دعوت کرده عمل شود و انجام داده شود. سپاس از حضور همیشگی شما از دانه برینده. خدا حافظ و یار و نگهدارتان. روز روزگارتان خوش باد انشاءالله.